سلام به شما دوستای خوبم در رادیو سلامت، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. سیر و دستورالعمل‌هایی برای کاهش وزن. من پگاه هستم و خوشحال میشم که در این ویدیو با من همراه باشین و لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید. هنگام انتخاب یک برنامه کاهش وزن باید توجه داشته باشید که یک شبه شاهد نتایج دلخواه خود نخواهید بود. حفظ یک رژیم غذایی سالم و متعادل اهمیت دارد و این شامل دستورالعمل‌های کاهش وزن هم می‌شود. در ادامه چند دستورالعمل طبیعی حاوی سیر که می‌توانند متابولیسم بدن را تقویت کنند ارائه شده. همه آنها شامل موادی هستند که به سمزدایی بدن، کنترل هوس‌های غذایی و تقویت متابولیسم کمک می‌کنند. سیر و روغن زیتون. ترکیب سیر خام و روغن زیتون یک درمان قدیمی برای کاهش وزن است که متابولیسم بدن را تقویت می کند و از این رو کالری بیشتری سوزانده می شود. این ترکیب حاوی آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری است که سطح کلسترول بد و فشار خون را کاهش می دهد. مواد تشکیل دهنده یک حب سیر خام و یک قاشق غذاخوری روغن زیتون. حبه سیر را خرد کرده و با یک قاشق روغن زیتون ترکیب کنید. این ترکیب را هر روز با معده خالی مصرف کنید. سیر و لیمو ترش. زمانی که ویژگی های سیر را با آب لیمو ترکیب می کنید، یک نوشیدنی سمزدا و ضد التهاب در اختیار خواهید داشت که برای از بین بردن مواد زائد گزینه ایدئال است. سیر و لیمو ترش سرشار از آنتی اکسیدان های قدرتمند، اسیدهای آمینه و اسیدهای چربی هستند که کاهش وزن را تسهیل کرده در شرایطی که از سلول ها در برابر آثار مضر رادیکال های آزاد محافظت می کند. مواد لازم: یک فنجان آب، یک حب سیر و آب نصف یک لیمو ترش. آب را به جوش آورده و سیر خام را به آن اضافه کنید. اجازه دهید برای 10 دقیقه دم بکشد. سپس مایع را از صافی عبور داده و آب لیمو را به آن اضافه کنید. یک فنجان از این چای را حداقل 3 بار در هفته با معده خالی مصرف کنید. سیر و پیاز. چای تهیه شده با سیر و پیاز یک ادرارآور طبیعی است، حاوی آنتی اکسیدان هاست و آثار ضد التهاب دارد که با انباشت مایع و سموم در بدن مقابله می کند. تراکم بالای ترکیبات گوگردی موجود در سیر و پیاز جذب چربی ها در روده را کاهش داده و به کاهش بافت چربی کمک می کند. مواد تشکیل دهنده: 2 فنجان آب، 1 حب سیر خام و نصف 1 پیاز. آب را به جوش آورده و سیر و پیاز را به آن اضافه کنید. اجازه دهید برای 10 تا 15 دقیقه دم بکشد. سپس مایع را از صافی عبور دهید. یک فنجان از این چای را با معده خالی مصرف کرده و این کار را بعد از ظهر تکرار کنید. این کار را هر روز و برای 2 تا 3 هفته انجام دهید. سیر و دارچین. این نوشیدنی که با سیر و دارچین تهیه می شود به عنوان مکملی برای کاهش وزن از محبوبیت بسیاری برخوردار شده، زیرا متابولیسم را تقویت کرده و انباشت چربی در بدن را کاهش می دهد. این ترکیبی عالی برای افراد مبتلا به دیابت هم هست، زیرا به کاهش انباشت گلوکوز در جریان خون کمک می کند. مواد لازم: 1 حب سیر خام، نصف قاشق چایخوری پودر دارچین و 1 فنجان آب. آب را به جوش آورده و سیر و دارچین را به آن اضافه کنید. اجازه دهید نوشیدنی به دمای اتاق برسد و سپس آن را از صافی عبور دهید. این نوشیدنی را هر روز یا حداقل 3 بار در هفته با معده خالی مصرف کنید. و اما دیگر خواص سیر. پایین آوردن خطر بیماری های قلبی. سیر در کاهش کلسترول LDL و پایین آوردن خطر بیماری های قلبی مؤثر است. برای کسانی که کلسترول بالا دارند، ظاهرا سیر به عنوان یک مکمل غذایی کلسترول LDL را حدود 10-15% کاهش می دهند. پیشگیری از پوسیدگی دندان و درمان عفونت های دهان. باکتری ها باعث تشکیل پلاک دندان و در نهایت پوسیدگی دندان می شوند. سیر با خاصیت ضد میکروبی اش در نابودی این باکتری ها مؤثر است. همچنین سیر عفونت های دهانی مانند پیوره، برفک دهان و زخم های ناشی از دندان مصنوعی را درمان می کند.
خواص سیر برای کبد، مصرف طولانی مدت و زیاد نوشیدنی های الکلی می تواند به کبد آسیب بزند و سلامت آن را با خطر مواجه کند. دانشمندان دانشگاه شاندونگ چین دریافتند دیالیل دیسولفید که جزو ترکیبات گوگردار عالی موجود در سیر است، می تواند در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از مصرف اتانول از بدن محافظت کند. در نتیجه این ترکیب می تواند از آسیب‌های کبدی ناشی از مصرف الکل هم جلوگیری کند. پیشگیری از بیماری آلزایمر و فراموشی. آسیب اکسیداتیو ناشی از رادیکال‌های آزاد در فرایند پیری مؤثر است. سیر حاوی آنتی اکسیدان‌هایی است که سازوکار محافظت از بدن را در برابر آسیب اکسیداتیو تقویت می‌کند. هضم را تقویت می‌کند. گنجاندن روزانه یک حب سیر خام در رژیم غذایی به مشکلات گوارشی کمک می‌کند. حتی ممکن است التهاب یا سوزش معده با استفاده از این گیاه کاهش یابد. سیر به پاکسازی بیشتر مشکلات روده مانند اسهال و کولیت کمک می‌کند و نقش آن در دفع مواد زائد مؤثر است. خاصیت بالای آنتیبیوتیکی. دیالیل دیسولفید موجود در سیر در مبارزه با کامپیلوباکتر 100 برابر مؤثرتر از دو آنتیبیوتیک معروف است. کامپیلوباکترها باکتری هایی هستند که به وفور در محیط و غذایمان یافت می شوند و سیر می تواند در برابر آنها از ما محافظت کند. افزایش سلامت استخوان. گیاهانی مانند سیر و پیاز بر میزان استروژن در زنان و یائسگی تأثیر دارند و خطر ابتلا به آرتروز را کاهش می دهند. آنها همچنین ممکن است پوکی استخوان را به حداقل برسانند و سلامت کلی استخوان در آقایان و خانومها را بهبود ببخشند. خاصیت ضد پیری. درمان موضعی دراز مدت با عصاره سیر می تواند خاصیت ضد پیری داشته باشد، زیرا سیر موجب افزایش طول عمر سلول های پوست می شود. افرادی که سیر مصرف می کنند نسبت به سایرین سلول های پوستی سالم تری دارند. زخم ها را بهبود می بخشند. سیر به عنوان یک گیاه درمانی مؤثر برای زخم های آلوده عمل می کند. دو حبه خرد شده را روی ناحیه آلوده قرار دهید تا تسکین فوری حاصل شوند. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردین. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید اون رو کامنت کنید. امیدوارم هر جایی هستین تنتون سالم باشه. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.